همه‌گیری جهانی پیش‌بینی شده بود. چرا دولت‌ها آماده نشدند؟ چوب کرونا لای چرخ اقتصاد جهان و چالش‌های بارداری و زایمان در دوران کرونا. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. کسی دقیقاً بیماری کووید 19 با عامل ویروس کرونا را که اواخر سال 2019 از چین شروع شد پیشگویی نکرده بود، ولی سالها بود که دانشمندان، کارآفرینان، رسانه‌ها و حتی سیاستمداران درباره خطر فلج کننده بیماری‌های همه‌گیر هشدار می‌دادند. امراضی واگیردار که شیوع آنها می‌تواند نظم جهانی را مختل کند و با کشتاری وسیع کار جوامع انسانی را به گورهای دست جمعی بکشاند. اگر این طور است که رهبران جهان و چهره‌های ارشد دنیای علم و تکنولوژی احتمال چنین سناریویی را دور از ذهن نمی‌دانستند، چرا همه غافلگیر شدند؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از ژیار گل. صحنه‌های آشنا، بیمارانی که گرفتار ویروسی واگیر شدند و می‌میرند. این بخشی از فیلم‌های هالیوودی است که خطر شیوع بیماری‌های همه‌گیر را در چند سال گذشته به تصویر کشیدند. شباهت‌های این فیلم‌ها با ویروس همه‌گیر کرونا اتفاقی نیست. این فیلم‌ها الهام گرفته از تجربیات گذشته و نتیجه تحقیقات و پیش‌بینی‌های دانشمندان امروز هستند. ویروسی که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود، توانست لندن و صدها شهر کوچک و بزرگ جهان را زمین‌گیر کند. وضعیتی که جنگ‌های جهانی و حملات تروریستی موافق به انجام آن نشدند. ویروس‌های همه‌گیر از گونه‌های دیگر و حیوانات به انسان منتقل می‌شود، معمولاً از پرندگان وحشی. پس همه مبتلا می‌شوند. انفجاری از شیوع بیماری است. همه مستعد ابتلا به ویروس هستند و می‌بینیم که در عرض چند روز و چند هفته موجی از ویروس جهان را فرا می‌گیرد. یکی از کشنده‌ترین نوع این ویروس‌ها ویروس زکام فرنگی یا آنفلوانزای اسپانیایی بود. در سال 1918 میلادی یک سوم جمعیت جهان به ویروس آنفلوانزای اسپانیایی مبتلا شدند. تخمین زده می شود این ویروس جان بین 50 تا 100 میلیون نفر را در جهان گرفت، بیش از قربانیان جنگ جهانی اول و دوم. امیر افخمی سالها درباره اثر آنفلوانزای اسپانیایی در ایران تحقیق کرده است. آنفلوانزا اسپانیایی در شهر مشهد ایران ظهور می کند، جایی که زیارتگاه بزرگی بود. موج اول بیماری از آنجا به سایر نقاط ایران منتقل شد. بر اساس تحقیقات من، آنفلوانزا اسپانیایی حدود 1 تا 2.5 میلیون نفر از جمعیت 11 میلیونی ایران را کشت. اما تجربه مرگبار آنفلوانزا اسپانیایی و شیوع چندین بیماری ویروسی کشنده دیگر در 100 سال گذشته باعث نشده که پیشگیری و مبارزه با این گونه بیماری ها از اولویت های امنیت ملی کشورها باشند. بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و بنیاد خیریه بیل و ملندا گیتس است. او و همسرش میلیاردها دلار هزینه پروژه های بهداشتی و آموزشی در سراسر جهان کرده اند. بودجه دفاعی ما را برای خطر جنگ آماده می کند. برای آمادگی و رویارویی با مشکلات تمرین نظامی می کنیم. اما برای خطر شیوع بیماری همه‌گیر که به باور من از جنگ خطرناکتر است، آمادگی ما بسیار کم است. بر اساس داده‌های انستیتوی تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم، در سال 2018 میلادی جمع بودجه نظامی کشورهای جهان حدود 1.8 تریلیون دلار بوده. تنها بودجه نظامی سال گذشته ی آمریکا حدود 700 میلیارد دلار بود. اما بودجه مبارزه با بیماری‌های واگیر این کشور تنها 1/100 بودجه نظامی بوده. برای چندین دهه کشورهای غربی میلیاردها دلار هزینه ساخت سلاح‌های اتمی و موشک و برنامه‌های متعدد برای جلوگیری از حملات احتمالی هسته‌ای کردند. اما امروز مشخص شده چیزی که بیش از هر چیز دیگری بشریت را تهدید می‌کنه موشک و بمب نیست، بلکه ویروس و میکروبه.
سالهاست دانشمندان علم امراض مصری درباره وقوع بیماری‌های همه‌گیر هشدار می‌دهند. سال گذشته سازمان بهداشت جهانی در گزارش سالانه خود به رهبران ملت‌ها هشدار داد که جهان در معرض خطر بیماری‌های همه‌گیر منطقه‌ای و جهانی است. بیماری‌هایی که نه تنها باعث مرگ انسان‌ها خواهد شد، بلکه اقتصاد جهان را هم تهدید می‌کند. ویروس کرونا به احتمال زیاد از حیوانی در بازار حیوانات وحشی ووهان چین به انسان منتقل شد. این آخرین شیوع بیماری عمده نخواهد بود. بیماری‌های بیشتری هم شیوع پیدا می‌کنند. همه‌گیر هم خواهند بود. این احتمالات نیست، واقعیت است و این نتیجه شیوه برخورد ما با کره زمین است. رشد جمعیت، افزایش مسافرت‌ها، تغییرات اقلیمی و نزدیکتر شدن انسان‌ها به زیستگاه حیوانات، خطر جهش ویروس‌ها و میکروب‌ها به انسان را بیشتر کرده است. دانشمندان بیماری‌های مصری می‌گویند رهبران جهان بایستی در سیاست مقابله با شیوع بیماری‌های واگیر تجدید نظر کنند. ما باید در مقابل شیوع بیماری‌های همه‌گیر رفتارمان را عوض کنیم. به جای عکس‌العمل باید فعالانه برای پیشگیری از آنها تلاش کنیم. باید برای توسعه تکنولوژی و نوگرایی در علوم پایه بیشتر هزینه کنیم. برای مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر هنگامی که شیوع پیدا می‌کنند و برای پیشگیری از آنها. بیل گیتس 5 سال پیش به رهبران جهان توصیه کرد برای پیشگیری و مبارزه با شیوع بیماری‌های همه‌گیر همچون ناتو باید نیرویی از متخصصان بهداشتی و دانشمندان آماده کرد. سرمایه‌ای را که می‌توانست برای تشخیص فوری، ساخت دارو و واکسن به کار آورد هدر دادیم. حالا تقلا می‌کنیم از این مخمصه خارج شویم. تمرین مبارزه با ویروس و میکروب، راه‌های افزایش ظرفیت ICU، چگونگی ساخت دستگاه تنفس مصنوعی یا اولویت بندی تشخیص بیماری، هیچ کدام از اینها را انجام ندادیم. خب حالا با شیوع بیماری داریم یاد می‌گیریم. شیوع ویروس کرونا میلیاردها دلار به اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان ضربه زده. میلیاردها دلار هزینه تجهیزات بیمارستانی و درمان مبتلایان به این ویروس بوده. مهمتر، این ویروس به هیچ کس رحم نمی‌کند. بسیاری از دانشمندان می‌گویند اگر درصدی از این هزینه‌ها صرف تحقیق و پیشگیری از بیماری‌های واگیر می‌شد، شاید امروز ویروس کرونا نبود و یا حداقل برای مبارزه با آن آمادگی بهتری داشتند. ژیورگول، BBC. سقوط بازارهای بورس، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری میلیون‌ها نفر، اینها تنها بخشی از آسیب بزرگی است که ویروس کرونا به اقتصاد جهان زده. از آمریکا تا ایران چوب لای چرخ اقتصاد گذاشته و نیروی کار را خانه نشین کرده. بهرنگ تاجدین نگاهی کرده به آثار اقتصادی بحران کرونا. بحرانی که اقتصاد دنیا را از نفس انداخته. شیوع ویروس کرونا باعث شده بخش قابل توجهی از مردم دنیا به دلیل بیماری یا برای جلوگیری از بیمار شدن به سر کار نروند. کرکره‌های کشیده و خیابان‌های خالی از مشتری چند وقتی است که به یک منظره عادی در گوشه و کنار دنیا تبدیل شده. ولی تلاش برای حفظ جان مردم ضربه سنگینی به اقتصاد زده. در این کارخانه تولید دوچرخه‌های تاشو در بریتانیا میزان تولید آنقدر پایین آمده که همه میتوانند با رعایت فاصله کار کنند. این بحران یک تفاوت عمده با بحران‌های قبلی دارد. آن همین که بحرانی مالی ناشی از خشک شدن بازارهای سرمایه نیست، بلکه مشکل خانه نشینی مشتری و نیروی کار است. یه دفعه زد به اروپا و توی یه چشم هم زدن 30% تقاضای ما از بین رفت. نوبت به زنجیره تأمین ما رسید، چون در بریتانیا قرنطینه داشتیم. بعد نوبت به کارگرامون شد. در نتیجه هم بازار، هم زنجیره تأمین و هم نیروی کارمون یه دفعه ضربه خورد.
به گفته سازمان جهانی کار، شیوع کرونا باعث شده 81% نیروی کار دنیا، یعنی 2,700,000,000 نفر با تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن محل کارشان مواجه شوند. اولین نتیجه چنین اتفاق این است که مردم محتاج نان شبشان می شوند. اینجا در نیو اورلان آمریکا خیلی ها دست کمک به سوی خیریه ها دراز کردند. دیروز به یه مرد جوونی کمک میکردم که میگفت قبلا هفته 1500 دلار درآمد داشته، ولی حالا باید با کمک هزینه بیکاری 200 دلاری سر کنه. میگفت من چه شکلی خرج خانوادم رو بدم. آمارها نشان میدهد تنها در 3 هفته نزدیک به 17 میلیون نفر در آمریکا، این بزرگترین اقتصاد دنیا، بیکار شدند. بانک جی پی مورگان پیش بینی کرده که در پایان 3 ماه دوم سال 2020، یعنی 2 ماه و اندی دیگر، نرخ رشد اقتصادی آمریکا به -40% برسد. صندوق بین المللی پول میگوید وضع تقریبا همه کشورهای دنیا همین است. کاملا مشخص است که نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020 منفی است. در واقع ما فکر می‌کنیم شاهد شدیدترین ضربه از زمان رکود بزرگ دهه 1930 باشیم. همین 3 ماه پیش انتظار داشتیم که در طول سال 2020 درآمد سرانه در 160 کشور عضو رشد کند. حالا وضعیت کاملا برعکس شده. پیش بینی فعلی ما این است که 170 کشور شاهد رشد منفی درآمد سرانه باشند. اثرات رکود را می شود در بازارهای جهانی مثل بازار نفت دید. به گفته دبیرخانه اوپک، تقاضای جهانی برای نفت خام 15 میلیون بشکه در روز، یعنی تقریبا 15% کم شده. پزشکان بعضی از بیماران مبتلا به کرونا را بیهوش می کنند تا با دستگاه تنفس مصنوعی جانشان را حفظ کنند. بسیاری از دولت‌ها هم امیدوارند بحران فعلی اقتصاد تنها یک کمای موقتی باشد و با کاهش شیوع اقتصادها دوباره جان تازه‌ای بگیرند. کاری که در حرف ساده است و در عمل مشکل. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. در پی شیوع کرونا، خرید انواع جنس از خرده فروش‌ها در آمریکا در ماه گذشته میلادی نزدیک به 9% کاهش داشته. این بیشترین کاهش خرید مردم در تاریخ ثبت این مقیاس در آمریکا است. تا اینجا نزدیک 17 میلیون نفر هم در عرض 1 ماه کار خود را از دست دادند و انتظار می‌رود این رقم در روزهای آینده به حدود 23 میلیون نفر برسد. جزئیات بیشتر از بهمن کلباسی از نیویورک. مقام‌های ایالت و شهر نیویورک می‌گویند رشد تصاعدی ابتلا به کرونا و مرگ و میر کم و بیش متوقف شده است، اما پایتخت مالی آمریکا باید برای اطمینان از اوج نگرفتن دوباره ویروس دست کم تا چند هفته و شاید حتی تا 2 ماه دیگر در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل بماند. کند شدن ضربان اقتصاد کشور که تا اینجای کار 17 میلیون نفر از نزدیک به 170 میلیون شاغل در آمریکا را بیکار کرده است. میدان تایمز یکی از نمادهای اصلی نیویورک، جایی که به صورت عادی بین 300 تا نزدیک 500 هزار نفر در روز در آن رفت آمد میکنند، حالا عملاً خالی است. آگهی ها بی مخاطب مونده و چرخش مالی میلیونی آن هم متوقف شده. تأثیر اون فراتر از نیویورک در سراسر آمریکا بر روی زندگی اقتصادی مردم بسیار منفی است و چشم‌انداز بازگشتش هم هنوز مشخص نیست. بحران اقتصادی که به ویژه کسانی که حرفه‌شان به گرد هم آمدن مردم بستگی دارد را با مشکلات مضاعف کوتاه و میان مدت روبرو کرده است. شرکت تئاتر پیدا که 8 ایرانی آمریکایی آن را پایه گذاشته اند و هفته‌ها مشغول تمرین برای اجراهایی بودند که در پی شیوع کرونا همه لغو شده، یکی از آنهاست. بازیگران تئاتر پیدا از به هم ریختن محاسبات خود و همصنفی هایشان میگویند. غیر از خودم و کمپانی خودم که کارمون رو از دست دادیم توی فستیوال کوچیکی، اینجا مرکز الان تئاتریم، تو برادوی
اینجا تایم سکویره، تمام آدمایی که تو تئاتر کار میکنن غیر از هنرپیشه، صدا بردار، نورپرداز، کارگردان، اونایی که بکستیج کار میکنن، همه کارشون از دست دادن. و وقتی من با دوستام که این کار رو انجام میدن حرف میزنم، خیلی هاشون مثلا گرفتن یک پولی از اداره بیکاری، ولی اونایی هم که گرفتن خیلی پول کمی گرفتن و نمیتونن کرایه خونهشون رو بدن و روحیهشون خیلی خرابه. حالا بعد از کرونا ویروس همه اینا تموم بشه، ما نمیدونیم چی بشه، برای اینکه مردم نمیخوان تو تئاتر باشن، تو جمع باشن. ممکنه که تئاتر دیگه به اون صورت بر نگرده تا یک وقت بلندی. خب من کار اصلیم توی شهر نیویورک بازیگری هستش و به عنوان یکی از افراد گروه تئاتر پیدا بیشتر تمرکزم روی بازیگری هست. چند تا اجرا داشتیم تو ماه‌های آینده که همه اجراها به هر حال کنسل شد به خاطر شیوع کرونا، ولی ما هیچ کدوم از راه بازیگری و از راه هنر نمیتونیم هزینه زندگی تو نیویورک رو بدیم. به خاطر همین هممون شغل دوم و سوم داریم، از کار رستوران گرفته تا تدریس فارسی تا مراقبت از بچه‌ها وقتی پدر مادر خونه نیستن. و الان به خاطر شیوع کرونا علاوه بر اینکه تمام کارهای هنری کنسل شده، پدر مادرها خونه هستن و رستوران ها تعطیل شدن و برای ما حتی شغل دوم و سوم خودمون رو از دست دادیم. و حالا در کنار همه این نگرانی از قضیه سلامت، این مسئله نگرانی مالی وجود داره که ما الان توی شهر نیویورک با این هزینه های بالا، مخصوصا اجاره بالا، چجوری قراره که ماه به ماه اجاره خونمون رو بدیم. نگرانی از تأمین نیازهای ابتدایی که دهک های کم بضاعت‌تر در آمریکا از همان آغاز شیوع بیماری با آن دست به گریبان شدند. صف‌های طولانی برای گرفتن مواد غذایی رایگان که به تصویر آشنای این روزها تبدیل شده، گویای پیامدهای فوری بیکاری گسترده در آمریکاست. معمولاً ماهی به اندازه 1,000,000 دلار مواد غذایی توزیع می‌کنیم. الان شده هفته 1,000,000 دلار. نیازهایی که دولت ترامپ و دموکرات‌ها در کنگره آمریکا سعی کردند با تصویب طرحی که بیش از 2,000 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق می‌کند به آن پاسخ دهند. ابعاد بحران اما فراتر از نسخه‌هایی است که تا به حال پیچیده شده. بهمن کلبسی، بی بی سی، نیویورک. آمارها در آمریکا و بریتانیا نشان می‌دهد که ویروس کرونا در میان اقلیت‌های اجتماعی تأثیر بیشتری داشته. در بریتانیا بیش از 1/3 افرادی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند، سیاه‌پوست، آسیایی یا از اقلیت‌های دیگر هستند. گروه‌هایی که اغلب وضع اقتصادی خوبی ندارند و همین باعث می‌شود بیشتر از بقیه در خطر ابتلا باشند. کاوه مشکات نگاهی کرده به شیوع کرونا در میان اقلیت‌های اجتماعی. ما فکر نمی کنیم که افراد با رنگ یا نژاد متفاوت به دلیل داشتن ژن یا بیولوژی متفاوت در برابر ویروس کرونا در معرض خطر بیشتری هستند. لس آنجلس، صف طولانی توزیع مواد غذایی برای افراد نیازمند. بیشتر آنها از قشرهای کم درآمد و اقلیت جامعه آمریکا هستند. افرادی که این روزها ویروس کرونا بیش از دیگران آنها را تهدید می کند. در شیکاگو اوضاع اقلیت‌ها بدتر است. نصف آمار مبتلایان به کرونا در این شهر مربوط به اقلیت سیاه‌پوستان است. در حالی که آنها تنها 30% از جمعیت این شهر 8,800,000 نفری‌اند. صدای آژیر آمبولانس برای ساکنان نیویورک عادی شده. ویروس کرونا هر کسی را می‌تواند مبتلا کند و رنگ و نژاد نمی‌شناسد. اما آمارها نشان می‌دهد که روی بعضی از گروه‌های اجتماعی تأثیر بیشتری داشته. وقتی شما در یکی از فقیرترین نقاط آمریکا زندگی می‌کنین، زندگی روزمره خودش یه چالشه. بنگاه‌های کوچک نمی‌تونن هفته‌ها صبر کنن تا دولت به اونا کمک کنه. اونا امروز به کمک احتیاج دارن. چیزی که مردم الان دارن می‌بینن، نتیجه سرمایه‌گذاری نکردن برای چند نسل در مناطق فقیره. در بریتانیا هم ویروس کرونا گروه‌های اقلیت را بیش از بقیه هدف گرفته. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از 1/3 افرادی که در حال حاضر وضعیت وخیمی دارند و در بیمارستان بستری هستند، به این گروه‌ها تعلق دارند. گروه‌هایی که بیشتر آنها در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند. افرادی که با وجود قرنطینه باید سر کار بروند و همین آنها را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد.
اقلیت‌های اجتماعی در همه جای دنیا بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند. فرقی نمی‌کند در آمریکا باشند یا بریتانیا یا اینجا در اسلوواکی. دولت رفت آمد در مناطقی که کولی‌ها در آن سکونت دارند را محدود کرده. نقاطی که به دلیل تراکم بالای جمعیت و فقر می‌تواند خیلی زود به کانون ویروس کرونا تبدیل شود. همه‌گیری در همه جوامع تأثیر منفی نابرابری را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرده. در کشورهای پیشرفته، گسل‌های اجتماعی در میزان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، حقوق کارگران و تأمین اجتماعی، فضای زندگی و کرامت انسانی ناگهان بسیار مشهود شده. نابرابری‌های اجتماعی و شکاف‌های طبقاتی که سال‌هاست در جوامع مختلف از آن صحبت می‌شود، این روزها بیش از هر زمان دیگر خود را نشان می‌دهد. کاوه مشکات، بی بی سی. به زنان باردار توصیه می‌شود که از اضطراب پرهیز کنند، اما شیوع کرونا باعث نگرانی در بسیاری از مادران شده. کلاس‌های بارداری متوقف شده. معاینات پزشکی جز در موارد ضروری به صورت اینترنتی انجام می‌شود و دکترها نسخه‌ها را در واتس‌اپ می‌پیچند. پرهام قبادی نگاهی کرده به چالش‌های بارداری و زایمان در دوران شیوع کرونا. صدای آغاز حیات، لحظه شیرین برای بسیاری از مادران که حالا با شیوع کرونا با اضطراب همراه شده. در بسیاری از کشورها از جمله ایران، افراد باردار با محدودیت‌هایی مواجه شدند. نفس، فوت بلند، چرخش لگن. برای مثال تعطیلی کلاس‌های دوران بارداری که برای کاهش کمردرد، تناسب اندام، آموزش شیردهی و حتی آرامش روحی بود. اما نگرانی عمده آلودگی به کرونا در مراجعه به بیمارستان برای زایمان است. امروز 21/1999 داریم میریم بیمارستان آرتا. در این ویدیو که به دست بی بی سی فارسی رسیده، مردی که همسرش تازه زایمان کرده، از وضعیت غیر بهداشتی بیمارستان آرتا در اردبیل شکایت دارد. کارگرانی که اونجا کار میکردن، مشغول به کار بودن، نه ماسک میزدن، با فرغون که ملات میومد داخل آسانسور، بعد میرفت توی طبقه چهارم. دقیقا همونجایی که من نشون دادم، از آسانسور که میای بیرون، اول دقت بکنید سمت راست دوتا کارگر وایستدن دارن کف و ملات میکشن. این برن بخش زایمانه که خانوم ها اونجا جراحی شدن، نوزادای یک روزه. از بس گرد و خاک بود که لبهای من، الان هم که دو روزه ترخیص شدیم و اومدیم خونه، لبهای من خانومم از گرد و خاک خشک شده. جان نصف شب یهویی رفته بودیم دستامون رو بشوریم، بین این همه گرد و خاک دیدیم آقا دستامون رو کف زدیم، آب قطع شد. رفتیم به پرستارا میگم که آب قطع شد، میگه مگه ما اداره آبیم؟ و کاشف به عمل اومده که اینا به خاطر این تعمیراتی که دارن میکنن کل آب و بیمارستان رو قطع کردن. گفتم برید از طبقه پایین آب بیارید، رفتیم با دبه از طبقه پایین آب آوردیم. زنان باردار در اکثر کشورها با چالش‌های دیگری هم روبرو شدند. معاینات پزشکی اگر ضروری نباشد تلفنی و اینترنتی انجام می‌شود. همه اینها یعنی نگرانی‌های بیشتر در دورانی که توصیه می‌شود از هر گونه اضطراب باید پرهیز کرد. از یک متخصص زنان و زایمان در اصفهان پرسیدم در دوران کرونا معاینه ها چطور انجام می شود؟ گروه های واتساپی و تلگرامی در واقع تشکیل شد که کلیه مادران باردار در اون گروه ها عضو شدن، ویدیو کنفرانس براشون برگزار شد. در واقع ارتباط نزدیکتر مجازی و صمیمانه تر مجازی بین پزشک و بیمار ایجاد شد. چیزی که برنامه ریزی شد در واقع فاصله بین ویزیت ها بیشتر بشه، نوبتدهی ها در مطب یا درمانگاه ها زمان بندی شده تر باشه که معطلیشون کمتر باشه و خب تماسشون با سایرین هم طبعا کمتر باشه. اما گروه های واتساپی خیال همه را هم راحت نکرده. سوده در تهران که اولین تجربه بارداریش را میگذراند از تفاوت معاینه حضوری و مجازی به ما گفت. در مورد پزشکم قاعدتا اون موارد اورژانسی و موارد مهممون رو میتونیم مطرح بکنیم. شما توی ویزیت معمولی خانم باردار خب وزن رو میگیرن، فشار رو میگیرن، بعد یه سری توصیه های تغذیه‌ای برات انجام میدن و واقعا دیگه الان پزشک نمیشه از اونم انتظار داشت.
اما بعضی دیگر که نیاز به معاینه دارند از تعطیلی مراکز بهداشتی گفتند. من خواهرم 4 ماه است و 2 قلو بار داره. یه بارداری پرخطر که پس از سالها درمان نازایی سخت اتفاق افتاده. یه مشکلش تعطیلی درمانگاه مربوط به زنان باردار در بیمارستان تحت مراقبته. دکتر پویا میگوید در اصفهان برخلاف سالهای پیش که در ایام عید درمانگاه‌ها و مطب‌ها تعطیل بودند، امسال به خاطر کرونا تغییراتی ایجاد شده. 2 تا درمانگاه در شمال و جنوب شهر پیش‌بینی شد و از همکاران درخواست شد کاملا به صورت داوطلبانه. خیلی از همکاران عزیزمون به صورت داوطلبانه تو این درمانگاه‌ها به ویزیت مادران باردار و حالا موارد اورژانسی پرداختن که این عزیزان استرس اینو نداشته باشن که تو این مدت حالا بخوان به بیمارستان ها مراجعه بکنن یا حالا پزشکشون نیست، دسترسی ندارن. فارغ از مسائل پزشکی، خرید هم از زمان شیوع کرونا به دغدغه‌ای تبدیل شده. پیدا کردن وسایل برای مادران و کودکان در دوران قرنطینه. 23 فروردین که اعلام کردن که مثلا مشاغل باز هستن، یعنی 4 تا منطقه رو من فکر میکنم با همسرم رفتیم که مثلا یه مغازه پیدا بکنیم که پوشاک بارداری داشته باشه. هنوز شواهدی وجود ندارد که ویروس از مادر باردار به جنین منتقل می شود. اما نوزادان بیشک پا در دنیایی می گذارند که با چند ماه پیش قابل مقایسه نیست. پرهام قبادی، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا 1 هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.